سلام و شبتان بخیر. به برنامه محور از طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبر. نگرانی امریکا از وجود پناهگاه های امن طالبان و لشکر طیبه در پاکستان. انتظار داریم که طالبان به تعهدات خودشان احترام بگذارند و با همه سازمان های حراس افغان قطع رابطه کنند. متهم شدن اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی به برکناری غیر قانونی 4 تن از مقام های بلند پای این بانک. فردی که احساس مسئولیت نکنه و تاییدی خانه ملت نداشته باشه و از طرف این نظارت لازم بر عمل کرده از او انجام نشه، تعهد لازم نخواهد داشت و از بودی قانون شکنی میده. گزارش های زد و نقیص وزارت صحت عامه درباره شمار دستگاه های تنفس مصنوعی در کشور. هنوز این معموله از این پروسه گمرکی و تشریع تکمیل نشده بود که بروز سه شنبه او را تکمیل کردن، او شامل از این شد و 4 پایه دیگر هم مستقیم به ولایت ایراد داده بودن. اعتراض باشندگان بلخ در واکنش به جان باختن 4 غیر نظامی در یک حمله هوایی و آغاز همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی روسیه و احتمال ماندن ولادیمیر پوتین در قدرت تا سال 2036. در این برنامه به تحلیل مهمترین خبرهای امروز افغانستان می‌پردازیم. واشنگتن یک بار دیگر پاکستان را پناهگاه امن حراس افغانان شناخت. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره فعالیت‌های حراس افغانان در جهان آمده است که پاکستان هنوز هم لانه امن حراس افغانان است که حمله ها را در افغانستان و هند انجام می دهند. بر بنیاد این گزارش، اسلام آباد در برابر این گروه ها اقدام های بسنده انجام نداده است. در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده هدف امضای توافقنامه صلح را با طالبان تهدید نشدن امریکا از خاک افغانستان می داند. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده که فعالیت‌های حراس افغانی را در سال 2019 بررسی کرده است، از حمایت پاکستان از طالبان افغان و لشکر طیبه که در برابر افغانستان فعالیت دارند یادآوری شده است. در گزارش آمده است که تاکنون تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با این گروه‌ها بسنده نبوده است. ما با مردم آمریکا و طالبان کاملاً ساخته ایم که انتظار داریم شرایط خاص به عنوان بخش از مذاکرات ما فراهم شود. ما تا کنون به تعهدات خود در رابطه با حضور سربازان در افغانستان احترام گذاشته ایم و انتظار داریم که طالبان به تعهدات خودشان احترام بگذارند و با همه سازمان های حراس افغان قطع رابطه کنند. وضعیت نهایی ما در افغانستان این است که هرگز نمیتوان اجازه داد که محل فعالیت های حراس افغانی برای تهدید امریکا، متحدان یا منافع ما مبدل شود. گزارش وزارت خارجه امریکا حاکی از این است که هنوز هم در برخی از مدرسه های پاکستان تندروی تدریس می شود و مقام های پاکستانی در این زمینه اقدام کافی و جدی نکردند. اما سفیر پاکستان در کابل در گفتگو با طلوع نیوز به این گزارش این گونه واکنش نشان می دهد. این گزارش ها اجندای سیاسی خودش را دارند. پاکستان اقدامات قابل توجه را در جنگ با حراس افغانی انجام داده است و ما یکی از کشورهای هستیم که بیشترین قربانی را در جنگ با حراس افغانی داده‌ایم. وزارت خارجه امریکا گفته است که طالبان و شبکه حقانی در سال 2019 میلادی حمله های حراس افغانانه را افزایش بخشیده، نظامیان و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. سال هاست که حرف امریکایی ها گفته، ولی هیچ گونه اقدام عملی برای تحت فشار قرار دادن پاکستان، برای برچیدن مراکز تمویل و تجهیز گروه های تروریستی و لانه های اصلی طالبان اقدامی صورت نگرفته که سوال برانگیز است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حفاظت از مرزهای خودش و ویژه با پاکستان و ایران با چالش بسیار بزرگ روبروست.
آقای دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل در استودیو حضور دارند و آقای احمد رشاد پاینده آگاه روابط بین الملل بگونه زنده به برنامه پیوستند تا در این باره بحث کنیم. مهمانان را خوش آمدید میگم. آقای هاشمی با شما آغاز میکنیم. پاکستان هنوز لانه امن هراس افغانان، پاکستان هنوز حامی طالبان و لشکر طیبه، امید به صلح افغانستان است؟ به نام خدا، با سلام به شما و بینندگان محترم و مهمان عزیز. امید به صلح در افغانستان هست، ولی اینکه نقشی که پاکستان ایفا میکنه بخش از اون پیچیدگی منطقه جنوب آسیا است که در طول سالیان متمادی روی امنیت در افغانستان تأثیر گذار بوده و زمانی که ما از ثبات در افغانستان صحبت میکنیم، به باور من درک این نظم منطقه یعنی جنوب آسیا و نوع نگاهی که قدرت‌های کلان به او دارن بسیار اهمیت داره و در این زمان ما خود پاکستان مواجه هستیم که یک بخش از فانکشنش میشه گفت که حمایت از گروه های تروریستی است و در این قالب در واقع روی امنیت در افغانستان تاثیر گذاشت. درست. روی کرد ایالات متحده در برابر همچون یک کشور، کشور میزبان هراس افغانان، کشور حامی تروریسم چی بوده؟ ببینید، خب در دوره تاریخی مختلف متفاوت بوده. دوره جنگ سرد پاکستان به یک شریک استراتژیک بوده، خصوصا در 1980 برای ایالات متحده آمریکا. در 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اساسا منطقه جنوب آسیا در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به نحو فراموش میشه یا کمتر بهش توجه میشه. بعد از 11 سپتامبر در مجموع میشه گفت که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پاکستان به یک شریک میشه گفت تاکتیکی در امر مبارزه با تروریست دیده، نه به عنوان یک شریک استراتژیک. تفاوت بین دو چی است؟ ببینید، او در قیاس با هند میشه تعریف کرد چنین جایگاهی. وقتی که شما سیاست خارجی آمریکا در قبال هند بعد از 11 سپتامبر حتی بعد از 1990 میبینین، هند جایگاهش در ابعاد مختلف استراتژیک و درازمدت برای ایالات متحده آمریکا تعریف شده، یعنی در بعد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی. ولی به پاکستان که میرسن بعد از 11 سپتامبر، عمده ترین حوزه‌ای که آمریکایی‌ها در واقع کار می‌کنند در سیاست خارجیشان با پاکستان بحث مبارزه با تروریسم است. یعنی در واقع از دید آمریکایی‌ها پاکستان هم بخشی از مشکل است، هم بخشی از راه حل است. بنابراین در این قالب رفتار یا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در پاکستان باید تحلیل شود. در دوره ترامپ تفاوت دیدید؟ خب در دوره ترامپ چیزی که اتفاق افتاد این بود که استراتژی جنوب آسیا که در دولت آقای ترامپ مطرح شد، تقریبا او عناصری که از 1990 شک گرفته بود در خصوص جنوب آسیا در سیاست خارجی آمریکا خیلی شکل علنی تر گرفت. یعنی وضاحت کامل داده شد که نگاه استراتژیک آمریکا به جنوب آسیا بر محور هند قرار داره، نه پاکستان. اما برای کشور مثل ما او چیزی که اهمیت داره تعادل و توازن است در رابطه‌ای که در جنوب آسیا برای ما تر میشه و نقشی که ایالات متحده آمریکا ایفا میکنه در جنوب آسیا. تشکر بیشتر بحث هایم کرد. آقای پاینده سلام به شما. ما میخواییم از همین سوال آغاز کنم که برای آمدن صلح در افغانستان باید با طالبا مذاکره شود یا با میزبان طالبا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بزرگ، عرض سلام ارادت دارم خدمت جناب استاد و خدمت بیننده های تلویزیون شما. ببینین، وقتی که ما شما روی جنگ و صلح افغانستان بحث میکنیم، ما فکر میکنم باید روی مؤلفه های بیایم بپیچیم و مؤلفه هایی که مؤثریت تانسته در جریان ما فکر میکنم نزدیک به دو دهه بر ما خلق بکنه. به گونه مثال اگر بیایم بالای مؤلفه، اول شناخت خود صلح افغانستان صحبت بکنیم، من فکر میکنم دیدگاه مردم خود افغانستان است. در قسمت نخست یک ریفراندوم عمومی در قسمت صلح افغانستان باید بر هر حالتش در جغرافی افغانستان صورت بگیره و با استفاده از این ریفراندوم ما بتانیم روزانه خود صلح خود افغانستان در آینده رقم بزنیم و بتانیم به این مسیر یک حرکت خوبی را توسط دیدگاه مردم داشته باشیم. و در پهلوی از او مؤلفه دوم شناخت خود صلح افغانستان کشورهای منطقه است. قسمی که همگی ما و شما در جریان هستیم، دو کشوری که همواره بر ما معضلات و تکلیف ها و مشکلات هراس افغانی را خلق کردن، کشور پاکستان، کشور ایران بوده. و مرتبط به صلح افغانستان هیچ کدام دستاورد مشخصی را بر دولت افغانستان بله، بر سوال امی هست آقای پاینده، روی کرده که داریم
در رابطه به سال و در رابطه به همین دو کشوری که شما نام بردین، پاکستان و ایران، معطوف به نتیجه هست یا نیست؟ راهی را که برای دستیابی به صلح میریم راه راست است؟ ما فکر میکنم برای فعلا یک تناقض آفتابی بر ملت افغانستان در جغرافیای صلح افغانستان، در جغرافیای فکری و ذهنی مردم افغانستان آمده و خلق شده. بنابرای دلیل اگر ما بخوایم یک رویکرد جدید را داشته باشیم، در قسمت نخست یک حکومت با تمام عیار یا با تمام وجود، چه قسم برتان بگویم، یعنی آماده را داشته باشیم تا که بتانه تمام بحث صلح افغانستان در قالب یک میکانیزم بیای بر ما تعریف کنه. اما بعد بختانه وقتی که ما متوجه میشیم دولت ما در ارتباط به صلح یک میکانیزم مشخص تعریف شده ای که بتانه جامعه باشه و با مورد قبول تمام ملت افغانستان باشه را نداره، اگر ما شما بیاییم روی خود توافقنامه که میان دولت امریکا و میان گروه طالب ها به امضا رسید صحبت بکنیم، ببینید در چندین جای مشخصا و مکررن فکر میکنم تکرار از این مسئله آمده که امریکا طالب ها را به عنوان طالب ها میشناسه نه به عنوان دولت اسلام. من فکر میکنم یکی از تناقضای خود از همون توافقنامه همین مسئله است، به دلیل از اینکه وقتی که امریکا یا ایالات متحده امریکا میخواهه که بشناسه طالب ها را به عنوان چی؟ عنوان مشخصی که باید برای خود طالب ها داده شوه، من فکر میکنم تا به حال در پرده ابهام قرار داره و ما در یک پراگندگی مشخص و گنگ قرار داریم. بناهن تحلیلگران مسائل سیاسی، بناهن تحلیلگران روابط بین الملل، همگیشان به فکر ازی هستن که چگونگی راه و روش رسیدن یا رویکرد خود صلح افغانستان باید توسط دولت افغانستان تعریف شود. تشکر. اما دولت افغانستان برمیگردیم میخوای پاینده به شما آقای هاشمی، روی همین نکته سیاست حکومت افغانستان بر دستیابی به صلح یا معطوف به نتیجه هست یا نیست؟ با میزبان تروریسم باید مذاکره شود یا با ابزار میزبان تروریسم؟ من یک عنصر دیگه هم اضافه میکنم، ایالات متحده آمریکا و جمع قدرت های کلانی که داخل هستند. ما میبایست همینا رو در بحث صلح در افغانستان در نظر بگیریم. پیشترم صحبت های که آغاز شد سرم این موضوع بود، در پهلو از اینکه جنوب آسیا به شدت تاثیرگذار است به امنیت ما و صلح افغانستان، شما یک منطقه بحران زده مثل شرق میانه هم داریم، منطقه آسیا مرکزی هم داریم که دو نیو گریت گیم بازی بزرگ جدید جریان داره واقعیتش، و به تناسب تمامی عوامل تنش‌زا و بحران زده سطحی سه منطقه، افغانستان منطقه ژئوپلیتیکی بوده که در طول تاریخ سرش بحران خلق شده، ولی ما توان مدیریت ما کمتر بوده. یک نکته دیگه که من میخوایم رکتر بحث کنم، خود ساختار داخلی قدرت در افغانستان است. شکل تاریخی که وجود داشته متاسفانه ما نتونستیم یک نگاه اجماع‌گونه در خیلی از موارد ایجاد کنیم، هرچند که امیدوار هستیم در این دوره این نگاه اجماع‌گونه شکل بگیره در خصوص صلح ما بین تمام نخبگان سیاسی و فضای افغانستان فضایی بشه که به سمت صلح حرکت کنه. ولی پرسش همینجا است که هنوز اون نگاه عمیق برای حل بنیادین مسائل ما و پاکستان آیا شکل گرفته نگرفته؟ روی کرد سیاست خارجی ما در برابر پاکستان چطور بوده، خصوصا در حدود مثلا 6-7 سال اخیر دوره کار حکومت وحدت ملی، حدود 6 سال اخیر و حالا که حکومت تازه شکل گرفته چطور بوده؟ ببینید یک مسئله که هر کشوری وقتی که خود چنین بحران‌های مواجه میشه، جدا از اون بحث‌های اخلاقی که برای هویت ملی تعریف میکنه که باید شکل بگیره، نیازمند یک نگاه است که ما نگاه یکسان به همسایگان داشته باشیم. یعنی پاکستان وقتی که بحث میکنیم با تمام تاریخ بعد از 1947 که خود این کشور طی کردیم، ما به حیث یک ملت نگاه واحد بود داشته باشیم. وقتی چنین چیزی شکل بگیره، نخبگانی که در رأس قرار میگیرند یک ساختار قدرت مجبور هستند که از او اجماع ملی پیروی کنند و تبعیت کنند. ما یک از نواقصی که فکر میکنم بسیار سرما تاثیرگذار بوده، خصوصا در بحث سیاست خارجی نمربوط به 5 سال اخیر یا 10 سال اخیر، در مجموع ما نتونستیم به شکل یک ملت منافع ملی رو تعریف کنیم، و وقتی که در مقابل پاکستان یا کشور دیگه شبیه از او قرار میگیریم، اجماعی که ما نیاز داریم به وجود نمیآید و در تسامی ما مشکل پیدا میکنیم. من باورم ایست که در پهلوی این نکاتی که میگیم در مورد پاکستان،
در شرایط حاضر تنها پاکستان بازیگر اصلی صلح در افغانستان نیست و اگر می‌خوایم به ثبات و صلح واقعی برسیم ما مجبور هستیم تمام فاکتورهای دخیل در بحث امنیت افغانستان شریک بسازیم. خب آقای پاینده، باور شما چیست؟ خب هرچند می‌دانیم برنامه صلح تا این جای کار از طرف آمریکایی‌ها به پیش برده شد، به یک جای هم رسید، توافق صلح بین آمریکا و طالبان امضا شد، در بعد دیگر سایر فاکتورهاست، عوامل است و روی کرد ما در رابطه با کشورهای تاثیرگذار به شمول پاکستان، ایران، امریکا، سایر کشورهای منطقه و همسایه ما چطور به پیش رفتیم؟ ببینین، وقتی که ما شما بحث میکنیم روی خود توافقنامه در چهار بخشی که آمده بر ما شما تعریف شده، فکر میکنم چهار بخش از یکی از بخشهای عمدهش رهاسازی یا رها کردن خود 5000 طالبی که در زندانهای خود افغانستان وجود داشت است. یکی از ما فکر میکنم معضلات و تکلیف‌ها و تناقضی که فعلا در بین خود امریکا و طالب‌ها به وجود آمده و تانسته کمی برنامه را به صورت مطلق سبوتاژ بکنم، ما فکر میکنم عدم آگاهی دادن مشخص قبل از قبل بر خود دولت افغانستان در ارتباط به رهایی 5000 طالب بود. ما به نظرم باید دولت امریکا در هر حالتش قبل از قبل یک آگاهی لازم در ارتباط به خود رهایی 5000 طالب بر دولت افغانستان میداد و دولت افغانستان تحت هر شرایطی باید به اقناع گرفته میشد و سپس ایالات متحده آمریکا میتونست که توافقنامه را با خود گروه طالب ها به امضا برساند. آقای پاینده، ایرادات است که به توافقنامه صلح ممکن است وارد باشه، بحث جداگانه میخواد و اگر فرصت بود ما میپرسم، ولی ما میخوایم بپرسم که راه حل بنیادین مسائل ما با کشورهای نظیر پاکستان که امروز گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا لانه براس افغانان باز هم خوانده شده چی هست؟ چطور دیگه هم استراتژیک پاکستان نباشیم؟ چطور مسائل سرحدی ما را، چطور مسئله آبهای ما را حل کنیم؟ چطور برسیم به این مسائل، به حل این مسائل؟ در قسمت نخست ساختار داخلی قدرت دولت ما به نظر ما بیای خود باید تعریف کنه. ما یک کابینه مشخص تعریف شده دلسوز بر ملت افغانستان در قسمت نخست باید داشته باشیم و سپس اگر بخوایم به یک صلح با تمام وجود عیار برسیم، من فکر میکنم باید توجه ما دقیقتر و عمیقتر روی یک میکانیزم جدید باشه. حال ما فعلا روی میکانیزمی که کار میکنیم، طرحی که فعلا از طرف دولت افغانستان مرتبط به خود صلح افغانستان ساخته شده، من فکر میکنم عملی نیست و کارا هم نیست. اگر کارا بوده، اگر عملی بوده، تا به فعل حال دولت افغانستان نتیجه که از طرح خود از جانب مقابلش که طالب ها است، منفی از 3 روز آتش بس که ما شما در جغرافی افغانستان در روزهای عید داشتیم، او هم فکر میکنیم نیم بند بود، دیگه کدام نتیجه مشخصی در ارتباط وجود نداشته. پس وقتی که وجود نداشته، من فکر میکنم بهترین دلیل به خاطر رسیدن به خود صلح افغانستان در قسمت نخست برنامه، من بالای این مسئله فکر میکنم یک تذکر دادم، ریفراندوم مردم افغانستان است. اگر ریفراندوم ما نمیخوایم، حداقل نمایندای واقعی خود ملت افغانستان شامل ساختار قدرت سیاسی افغانستان باید بر فعلا شوند و در اعضای کابینه دولت آینده خود افغانستان که در فعل حال هم پراگنده است معلوم نیست شامل شوند، ما میتونیم یک نتیجه خوب بگیریم. بر فعلا یک پراگندگی مطلق من فکر میکنم مرتبط به این مسئله وجود دارد. تشکر. آقای هاشمی، روی وضعیت موجود، وضعیتی که در جریان هست، اگر کمی حرف بزنیم، افزایش خشونت ها، آیا به باور شما تاکتیک است بر امتیازگیری از طرف طالب یا یک تلنگر است و هشدار است برای که خبری از صلح نیست، چون پاکستان هنوز لانه امن حرس افغان است، هنوز حامی است؟ ببینید، من فکر میکنم یک تاکتیک است که از سوی طالب ها داره اعمال میشه، اما در مورد خود پاکستان که میگین پناهگاه امن نیست برای تروریست ها، گزارشی که در واقع ایالات متحده آمریکا میده در این خصوص، من فکر میکنم تا سالهای بعد هم چنین چیزی خط پیدا کنه، چون بحث تروریست و افرادگرایی وقتی شما به بنیانهایش میرسیم عنصری نیست که شما بتونیم با مثلا یک موافقتنامه رو از بین ببرین. یعنی ما در منطقه زیست میکنیم به باور ما که تا سالیان پیش رو بحث تروریسم افرادگرایی دو خواهد بود. حال سوال اساسی است که وقتی در مورد صلح در افغانستان بحث داریم، در چنین منطقه شما چطور سیاست خارجیتون تعریف میکنین که سیاست خارجی ما رو برسانه به صلح و یا یک ثبات نسبی
که از این شرایط بحرانگونه خارج شویم. من فکر میکنم برای چنین پاسخ به چنین یا ایجاد چنین استراتژی واقعیت های منطقه باید درک شود. و یک نکته که در سیاست خارجی افغانستان باور دارم به او است که افغانستان هیچ وقت به ذات خودش برای قدرت های کلان اهمیت نداره. افغانستان در طول تاریخش، خصوصا در طول یک قرن اخیر، حتی پیش از او، اهمیتش به دلیل مناطقی است که در اطرافش هست. و به تناسب چنین ویژگی برای جغرافیای افغانستان شما مجبور هستین استراتژی داشته باشین که متحول باشه و خودش بتونه تناسب بده با تغییراتی که در سطح منطقه اتفاق میفته. یکی از این عناصر وجود تروریسم است در سالهای پیش رو در سطح منطقه و سیاستمداران ما و خصوصا کسانی که در حوزه سیاست خارجی کار میکنن مجبور هستن با این واقعیت استراتژی ما تدوین کنن. درست، استفاده از تروریسم به عنوان ابزار. خب حالا وقتی طالب میگه که ما 60% خشونت ها رو کاهش دادیم، این طرف دولت افغانستان میگه خشونت ها افزایش پیدا کرده. شما میبینین هفته گذشته دولت افغانستان گفت که خونین ترین حمله در 19 سال جنگ در افغانستان. پس آیا من میخوایم با تاکید بپرسم اینم نمیرسانه که خبر از صلح نیست؟ اگر توافق با طالب امضا شود جنگ ادامه پیدا میکنه؟ استفاده ابزاری است. یک پیام دیگه هم داره، او است که طالبان به صراحتی که در ابتدا موافقت نامه امضا کرده بودن با آمریکایی‌ها نتونستن به تعهداتشون پایبند بمونن. در واقع روی کرده که دولت داره ارائه میکنه به نظر من روی کرده واقع بینانه است که در واقع ایالات متحده آمریکا باید فکت درک کنه که طالبان به اندازه که در قطر در واقع مطرح میسازن که جایگاه دارند داخل افغانستان و یا میتونن بخش های مختلفشان کنترل رو مدیریت کنن، متاسفانه او توانایی رو ندارن و در بعضی از موارد ای عدم انسجام در گروه طالبان منجر به چنین بحران یا در واقع افزایش تلفات میشه، هرچند بیس یک تاکتیک از سوی بعضیشان اعمال میشه. من فکر میکنم رویکرد دولت رویکرد درست است و این نشان دهنده است که طالبان دو بخش از موافقتنامه و تعهداتشان پایبند نبودند. آخه پاینده، باور شما چی است؟ افزایش خشونت ها خبر از چی داره؟ من فکر میکنم در قسمت نخست بازم دولت افغانستان فعلا طالبی را که به چهره جدید میبینه، این طالب باید متفاوتر از گذشته به پیش خود تعریف بکنه، به دلیل از اینکه بعد از توافقنامه ای که میان ایالات متحده آمریکا و طالب ها آمد به امضا رسید، طالب ها تانستن حضور رسمی و سیاسی خود را در سطح جهان بر دنیا معرفی بکنن که این گروه هم گروه سیاسی است و این گروه هم گروهی است که وابسته به یک سلسله از مثلا سیاست های چخصم براتون بگویم سیاست های خوب و یعنی با تمام وجود عیار در برابر ملت افغانستان و دولتداری است. بنابرای دلیل وقتی که دولت افغانستان برای فعلا میخواهد تصمیم بگیره در برابر گروه طالب ها، باید با تمام وجود نیروهای خود را عیار بسازه و ای که طالب ها را به هر شکلی که میشه تضعیف بکنن. در قسمت سیاسی جداگانه یک برنامه مشخص باید دولت تعریف بکنه، در قسمت سیاسی جداگانه یک برنامه جداگانه را باید تعریف بکنه و در قسمت مطبوعاتی همچنان. حال ما شما میبینید طالب ها به عنوان یک ذهنیت مثبت میخواین که شامل فکر و ذهن مردم افغانستان خود برسانن. پس وقتی که طالب ها تلاششان با تمام وجود امی است که به هر شکلی میشه خود معرفی بکنن یک گروه سیاسی، یک گروهی که با تمام وجود تمام مسائل وابسته به افغانستان هم میفهمه، به نظر من دولت افغانستان هم یک میکانیزم جدید باید بیاید تعریف کنه از میکانیزم گذشته و کلاسیکی که در گذشته اینا ساخته بودن، باید اینا تیر شوند برای فعلا. تشکر. آقای هاشمی، روند صلح در جای استاده متوقف شده؟ استاد نشده، ولی یک مورد در خصوص تفکر مردم ما، من باورم بر است که فهم سیاسی جامعه افغانستان یا حداقل حافظه تاریخیش در خیلی از موارد نگاهی داره که دراز مدت است، یا در مورد طالبان وقتی که صحبت میشه من فکر نمی کنم که با چند پیغام گروه طالبان تفکر یا او فهم سیاسی مردم رو نسبت به گروه تغییر بکنه. نیاز به کار عملی از طرف طالبان داره تا مردم باور کنند که در واقع طالبان صلح میخوان یا نشان بدن که به منافع ملی و مردم افغانستان باور دارن طالبان، و این ارتباط میگیره به فهم سیاسی جامعه افغانستان.
اما در بحثی که مذاکرات آیا در حالت استاد است؟ نیم به نظر من روند ادامه داره، باید امید داشته باشیم به این مسئله، ولی در یک بدبستان سیاسی یا مذاکره سیاسی طبیعتاً طرف ها هر کدام ادعای بیشتر مطرح می سازند. شما اگر از ماه حد در نظر بگیرید، وقتی که موافقت نامه امضا میشه، مرحله به مرحله میشه گفت دولت تانسته خیلی از او ادعایی که در واقع صورت می گرفته پاسخ مثبت‌تر بده یا کنترل کنه. شما قرار بود در ظرف 20 روز تمام خواستا برآورده بشه، ولی از طرف دیگه خود گروه طالبان که این خواستار مطرح کرده بود نتونست به تعهداتش پایبند بمونه و در این بدبستان سیاسی من باورم با تمام اختلاف نظرهای سیاسی که میتونیم داشته باشیم، باید از دولت و دیدگاهش حمایت کنیم، هرچند که خالی از نقد نیست رفتار دولت، ولی چنین چیزی باید صورت بگیره. با درست آقای هاشمی، فرصت کوتاهی داریم. با پخش گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، هرچند به لحاظ محتوایی تفاوت چندانی با گزارش سالهای قبل نداره، ولی مقطع زمانی متفاوت است، انتظار تغییر روی کارت آمریکا را داشته باشیم در قبال پاکستان؟ نه، در این شرایط خصوصا انتخابات ایالات به باور من انتخابات ایالات متحده آمریکا که مطرح است، این عناصر است که همیشه در گفتمان در واقع سیاست خارجی آمریکا نسبت به پاکستان بوده است، با بعضی تغییر در کلمات، چون واقعیت بخش از واقعیت داره بیان میکنه، اما این به این معنی نیست که رویکرد یا ارتباط آمریکا با پاکستان یک بری دوچار یک تحول 180 درجه میشه. چنین چیزی به نظر من اتفاق نمیفته، ولی عامل است برای فشار بیشتر بر تغییر رفتار پاکستان در جهت منافع ایالات متحده آمریکا. آیا بزودی قرار است حرکت مهمی به جلو در بس روند صلح افغانستان ببینیم، شاهد باشیم؟ به شما سفری که صورت گرفت از طرف مقامات پاکستانی، من فکر میکنم که پیام های مهمی داشت و احتمالا در یکی دو هفته آینده در روند مذاکرات صلح افغانستان هم تاثیراتش خواهیم دید و امیدوار هستم که تمامی عناصر ما رو به جهتی ببره که صلح در افغانستان اتفاق بیفته. اما یک نکته نباید فراموش شود که صلح در افغانستان یک صلح مطلق نخواهد بود، چون در منطقه زیست میکنیم که افکار افرادگرایانه متاسفانه روز به روز پرورش بیشتر میابه و شکل و شمایلش دچار تغییر میشه. این واقعیت هاییست که ما باید درک کنیم. بسیار تشکر آقای دکتر فردین هاشمی، استاد دانشگاه کابل، از حضورتان در استودیو، و آقای احمد رشاد پاینده، آگاه روابط بین الملل. ادامه محور را پس از وقفه ببینید. به ادامه محور خوش آمدید. مردی که دو فرزند سربازش را در جنگ های هلمند و فراه از دست داده بود، خودش در اثر ویروس کرونا جان باخت. اکنون همسر، عروس و نواسه 4 ساله این پیرمرد با مشکلات فراوان در خانه کرایی در کابل زندگی می کنند. در همین حال مسئولان بنیاد مساعدت و قهرمانان افغان که از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی پشتیبانی می کند، حکومت را به بی‌پروایی در برابر این خانواده ها متهم می سازند. این خانواده در نوابات دهکپک خیرخانه و در دامنه این کوه صدها متر دورتر از جاده عمومی زندگی می کند. ستایش 4 ساله تنها کودک این خانواده است. او یگانه فرزند امین الله، سرباز ارتش است که در 25 سالگی در جنگ در هلمند 3 سال پیش جان باخت. امین الله یگانه فرزندش ستایش را برای نخستین بار در یک رخصتی 10 روزه می‌بیند، زمانی که ستایش 1 ساله بود. اما 4 ماه بعد آن خبر جان باختن امین الله در هلمند به خانواده او در کابل می‌رسد. از گرفتن آمد خانه گرفت، سرباز بود، اگر در پلیس کشته شد. عادله، مادر امین الله، میگوید که فرزند دومش را که وی نیز سرباز ارتش بود 6 ماه پیش در جنگ فراه از دست داد. شوهر عادله نیز 2 هفته پیش در نتیجه بیماری کووید 19 جان باخت. ما شدادم یه پدر پدر زن نبیتیم، ما سایش می پدر گرفته می رد این حاله ایران ما نمی که چه بنبیتیم. بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان می گوید که آنان انتظار داشتند که حکومت به چنین خانواده ها کمک می کرد. یک ماه دو ماه اخیر 3-4 فامیلی بود که تلفنی با ما تماس داشتند و اونها از بابت موضوع کرونا در خانواده خود بیمارانی داشتند که نیازمند شدید برای خدمات صحی بودند.
این خانواده نمونه از ده‌ها خانواده از سربازان جان باخته و زخمی نیروهای امنیتی و دفاعی است که زندگی پر از فراز و فرود دارند. آقای محمد سلیم وردک، رئیس اجرایی بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی، در استودیو حضور دارند. آقای وردک سلام، خوش آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر، سلام بر شما بیننده محترم و همچنان همکاران. سلام باشین. کمی بیشتر درباره خانواده اگر بگوین، میدانم اطلاعات شما بیشتر است درباره قربانی هایی که نادادن. در رابطه به خانواده شهید شریف الله و حمید الله، خانواده ای هستند که ما بیشتر نگرانیم. وقتی ما بحث از خانواده های متضرر میکنیم، چندین کاتگوری هستند. یکی کسایی هستند که قربانی میشن، یکی از اعضای شیرین بدن خود از دست میتن، کو هم در داور هستند که ما میگیم اردم شهید به اصطلاح عام شما برشان میگیم. بعضی خانواده های هستند که در خانواده یک مرد دو مرد قربانی میتن، کو هم برای ما یک درد هستند که اونا به خاطر حفظ ارزش های ملی کشور قربانی میتن. بعدن یک قشری هستند که ما شخصا بنیاد ما به او بیشتر نگرانی دارن، که خانه کاملا بی سر، خانواده کاملا بی سرپرست میمونه، یعنی هیچ مرد دو خانه نمی باشه، که به این معناست یعنی خانواده هم امنیت فیزیکی خود را از دست میده، هم امنیت روحی خود را از دست میده و هم امنیت اجتماعی خود را از دست میدن. چون این خانواده هایی هستن امروز که شما با خانواده شریف الله و حمید الله صحبت میکنیم، این یک مثال است که مشت نمونه خروار است. ما به ده ها به صد ها برتان گفتم میتونم قضایای داریم همچو مشکلات دارن. حتی بعضی از خانواده هایی که با همچو بی سرپرستی میمانن، از ولایت به خاطر ناامنی به کابل کوچ میکنن. این خانواده هم وقتی که قربانی میشن، متاسفانه بعد از اینکه کووید 19 یک بحران سرتاسری جهانی و بالخصوص در افغانستان میان، اینا را متضرر میکنن. متاسفانه اینا با تلاش هایی که میکنن هیچ شفاخانه اینا را نمیپذیرن. درست. و هم تو که گفتین بله، این مثال مش نمونه خروار هست. چه صورت گرفته برای این به همین خانواده مشخص چی باید میشد؟ حال ما یک بسته تکریم پیشنهاد کردیم، مدت 9 ماه میشه که گلو پاره کردیم و برای حکومت همواره گفتیم که ما با ایجاد ساختارها، با ایجاد بستها، با ایجاد پوزیشنها نمیتونیم به این قضیه یا به این مسئله نقطه پایان بدهیم. بیاین روی راهکارهای یک سیستمی ساخته شوند که فردا اگر احمد نباشه، محمود نباشه، حداقل این سیستم وجود داره که به اینا خدمت رسانی شود. ما میتونستیم توسط بسته تکریم، که یک مثال بسیار زنده که امروز حادثه را دیدیم، اگر ما امو اشما نو ما قبل حکومت به بسته تکریم گوش میداد و او را عملی میکرد، امروز ما با چنین یک فاجعه روبرو نمیشدیم که امروزی در مرکز شهر هستند و اینا به دفتر ما مراجعه کردند. جزئیات بسیار کوتاه بسته تکریم چی است؟ بسته تکریم پاسبانی و قدردانی از جانفشانی های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود، که ما به خاطر کدام بحث مادی دی پیچیده نبود، تنها میخواستیم امو سرباز خانواده‌ای که متضرر میشن در ادارات در ادارات خدمات عامه، اینا باید یک ارزش و اولویت دارده شود. به طور نمونه وقتی ما من حیث یک قربانی که پدرم در اردو شهید شده، اگر من میرم پاسپورت میگیرم، حداقل بر ما باید یک صف در صف استاد نشم، همه قدر شوه کسایی که از قربانیان نیروهای امنیتی هستند از صف براین. همینجا من احساس میکنم و اگر پدر معلول باشه، ما وقتی خانه میرم و پدر خود میگم که پدر جان امروز که دلین رفتم، یا دخترش یا هر کس دیگه، مرا دلین استاد نکردن، مرا به خاطر که من یک قربانی نیروهای امنیتی بودم بر من ارزش دادن. همین ارزش طرحی بود بیشتر روی از این موضوعات در استخدام و گپام استخدام بود، بخش صحی بود، بخش ارزش های مادی هم بخش بعضیشان بودن که این طرح شما ساخته بودن. طرح ما ساخته بودیم، به حکومت هم پیشنهاد کردیم، پذیرفته نشد. اونا وعده دادن که را میبینیم باز. ما بعضی جایها با مقامات که جلسه داشتم امرشون شوخی کردم که چند میلی رنگ ذرات داره کمی یک امضا شود تا اجرایی شود، اما متاسفانه چون ممرای ما مصالحات اجراییش نبودن، نتونستیم کمی را به پیش ببریم. ما بعد از این چالو کوشش داریم تا بیشتر روی ازی کار کنیم. بسته تکریم، خب اگر ای مثلا تایید شوه، منظور شوه، با حکومت یک جایی را اجرایی میکنین یا نه خودتان؟ ای را ما برای نه خود حکومت میتونست ای را عملی کند، با ای خود حکومت مربوطشان میشد و خود ادارات حکومتی را عملی میساخت. ما فقط ای را نظارت میکردیم و میدیم که دمر حداقل تطبیق شود. حتی به خاطر
تطبیقشان ما پیشنهاد کرده بودیم که صندوق هدیه ملی 4424 ما میتونستیم حتی در بدخشان در خوست اگر امی طرح عملی نمیشد با تماس گرفتن به شماره 4424 ما میتونستیم از عدم تطبیق از امی طرح هم جلوگیری کنیم. طرح منظور نشد تا حال بدون هیچ ملاحظه ای که داشت متاسفانه. چرا فکر میکنین باشه؟ ما همواره بعض وقت که صحبت های میکنیم اینجا رسیدگی به قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک جنبه کمپاینی را بیشتر به حکومت مردمای حکومت داری گرفتن. شما در میواخر هم دیدین که وزارت داخله اعلان کرد در بخش ریفورم های خود چون بحث پارلمان آمدنی هستن کمپاین ها روان هستن که ما یک ریاست ساختیم به نام حمایت از پلیس. یعنی چی؟ ریاست از حمایت پلیس یعنی قبلا این کارها نمیشد. بس در ساختارها نیستن، در خدمات ارائه خدمات هستن. اگر فردا و نموجه بازم خانواده که در بخشان بدخشان و بغلان هستن اونا رسیدگی کردن نتانن از این مستفید نشن، با ایجاد ریاست ها و با ایجاد معینت ها هیچ تغییر در وضعیت زندگی از قربانیان آمده نمیتانه. درست، ولی باز ما میدانم آسیب شناسی شما جدید تر است در رابطه به این مسئله. سالهای سال خصوصا بعد از اینکه بعد از سال 2001 با افغانستان تجربه میکنه یک جنگی را که قربانی اصلیش همین جوانای وطن است، افسرهای اردو، پلیس، امنیت ملی، وقتی که همین وضعیت ادامه پیدا میکنه خب چی تاثیر میمانه؟ هرچند این سوال بسیار تکراری است، بالای روحی همین سرباز، بالای روحی خانوادهش چی تاثیر میکنه؟ به این سوال بیشترین دیدگاه ما است، دیدگاه ما است که تاثیر منفی بالای شخصیت و بالای جایگاه اجتماعی خود مسئولین میگذاره. اگر ما با مردم باشیم با عزت هستیم و با اقتدار هستیم، اگر بی مردم هستیم بی عزت هستیم بی حیثیت هستیم. اگر ما بتونم یک کار خدمت را به مردم کردن و حمایت مردمی در کنار من نباشه و این حالت تداوم پیدا کنه رسیدگی به قربانیان، حمایت از قربانیان نیروهای امنیتی هرگز تاثیر منفی را نمیگذاره. چون ما استاد هستیم و این را ما کوشش میکنیم که هرگز اجازه نمیدیم که بعضی ها با استفاده از سلیقه های شخصی یا با اسم منافع شخصی مورال از اینا را ضعیف کنند. اما جایگاه از اینا را تضعیف میکنه خود رهبری را. به این معنی است که شما کلانترین تاثیر گذاری از این را امروز شما میبینین که سقفی که به خاطر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تعیین شده پوره نیست. 18 سال میگذره ما حداقل به مستخف رسیدگی کرده نتانستیم. مشکل بزرگترش در تلفات قربانیان تلفات نیروهای امنیتی متاسفانه هستند. شما میبینین امی تمامش عوامل هستند که در دراز مدت بالای استراتژی جنگ افغانستان تاثیر منفی را میگذره. خب میدانیم خوی وردک وضعیت متفاوت است از نگاه شیوع یک ویروس کرونا. همونطور گفتیم در گزارش هم بود پدری که دو فرزند خود از دست داده، خودش مصاب کرونا شد، جان خود از دست داد. وضعیت کرونایی شیوع ویروس کرونا چه به سر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آورده؟ هم خب بلاز اقتصادی، هم بلاز صحی توجهی که میشه. حتما شما در ارتباط هستین و این رو میدانید. ما در رابطه با شیوع ویروس کرونا در خصوص صفوف قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شاید بسیار بر بعضی بیننده ها و بعضی کسایی که میشنان جالب باشن. یک قضایای ما داشتیم که سربازان در فکر از این نبود که ما را کرونا میکشن یا نمیکشن. ما با یک تعداد از سربازایی که صحبت میکردیم به این الفاظ میگفتم، گفتم در جایی که شما زندگی میکنید، گفت بیادر ما را بلا در پس ما که کرونا بگیره نگیره، ما خانواده خود ندیدیم، عزیزای خود ندیدیم، از خانواده ها به ما تماس گرفته میشه که ماش کجاست، چی وقت میخونه. بر ما زیاد موضوع محراق توجه داره نظر به اینکه کرونا ما را بگیرن. اما ما چون درک میکنیم، درد از اینا را حس میکردیم، ما در وضعیت قرنطینه هم تمام امکانات و منابعی که از طریق صندوق هدیه ملی 4424 بر ما آمده بود و تلاشایی که از افراد خیر داشتیم به اینا کمک ها را رساندیم، از طریق رسانه ها با مردم شریک ساختیم. حتی در بعضی موارد ما تلاش کردیم که یک تعداد از اطفال متضرر که ما داشتیم که احتمال از این میرفت که خدا نخواسته با کرونا مبتلا شوند یا امو علائم مشترک داشتن، طفلک ها کودک های بودن، ما در 28 فوریه در روز سرباز اونا را بر طور رایگان معالجه کردیم، برشان دوا فراهم کردیم. اما فعلا هم در ولایت خوست، در ولایت بدخشان و در ولایت کنر
این سه ولایتی که بر ما نمایندای ما تماس گرفتن یک سلسله خانواده‌ای هستن که متاسفانه در بدترین وضعیت صحی قرار دارن و ما تلاش‌های خود کردیم که حداقل به می خانواده‌ها رسیدگی صورت بگیره، اما متاسفانه طرف دیگه که شما حکومت می‌بینین، وضعیت کرونا را می‌بینین، حیف و میل و فساد و مسائلی که از طریق رسانه‌ها شنیده میشن، ناامیدی را به بار میان. میگیم که اونا به داد خود برسن و مشکل خود برسن زیاد است، ما مجبور میشیم از طریق مردم به قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی رسیدگی کنیم. درست، اگر جنبندی را در رابطه با تلاش‌های صلح هم داشته باشیم و جایگاه قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی در تلاش‌ها چه نقش داده شده، چه امیدواری وجود داره برای که سهم نقش بر اینا هم داده شد و صدایشون شنیده شد و چی میخواین قربانیان؟ ما تقریبا یک 13 ماه قبل کنفرانس مطبوعاتی صدا را بلند کردیم که قربانی دیروز، امروز و فردای از این نظام هم امی سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند و بر اینا باید سهم مستقیم در مذاکرات صلح داده شوند. هیئت یک نماینده های از وزارت دولت در امور صلح آمدن، وعده های سپردن. متاسفانه این حکومت در یک محدوده توییتر و در یک محدوده وعده ها فعلا قرار دارند و بعد از اینکه شما دیدین در ساختار سیاسی تغییراتی آمد و ساختار صلح را تغییرات آوردن، تلاش های ما کردیم، اما متاسفانه به دید ما تا حال با صلح هم یک پدیده سهم سیاسی برخورد صورت گرفته، نه یک سوژه ملی که ما بتونیم حداقل به یک صلح واقعی رسیدگی کنیم. ما هم مکتوبی که داشتیم، هم پیشنهادی که کردیم، یک سرباز معلولی که بود که حداقل اونا حس کنن که صدای ما در اونجا شنیده شده، متاسفانه به او هم تا حال کدام جواب دادن نشد. درست، پاسخ شما حتما برا شنیدین وقتی یک کس پرسان بکنی که چرا در حیات مذاکره کننده نماینده از قربانیان جنگ افغانستان وجود نداره، خودم نماینده قربانیان جنگ هستم. یعنی که من جنگ رسپری کردم، دیده مقاربم، دوستم، نزدیکم کشته شده، جان باخته، زخمی شده. پاسخ قناعت بخش است؟ نه خیر، فرق داره اینجا. اگر کاکای ما، اعضای خانواده ما در یک انتحاری شهید شده، یک انتحار کننده میگن که هدف ما یک تاسیسات دولتی بود، در انتحاری شما به شهادت رسیدین. اما اگر پدر ما در صفوف نیروهای امنیتی به شهادت رسیده، او را مستقیم با مرمی زدن. این فرق دارن. فردا قناعت دادن ما تا قناعت دادن از او فرق داره. او در یک حادثه به شهادت رسیده که در جنگ بوده، قابل قدر است، قابل احترام است، قابل درک است. اما این که قربانیان نیروی امنیتی که مستقیما تا امروز هم ما که تلفات داریم مستقیما به شهادت رسیده، پس فرزند ازیر قناعت دادن تا فرزند ازو زمین آسمان فرق داره. آقای محمد سلیم وردک، رئیس اجرایی بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی، سپاسگزار حضورتان. سلامت باشید. ادامه خبرها. معاون دوم بانک مرکزی همراه با 4 تن از آمران عمومی این بانک برکنار شدند. محمد قسیم رحیمی، معاون برکنار شده بانک مرکزی، در صفحه فیسبوکش نوشته است هنگامی که در راه رفتن به دفتر کارش بود، اطلاع یافت که دفترش از سوی مردان مسلح محاصره شده است و اجازه ورود به آن را ندارد. وی می‌افزاید که پس از آن اجمل احمدی به خانه‌اش وی را احضار کرد و با تهدید برایش گفت که بدون جنجال وظیفه‌اش را ترک کند. اما بانک مرکزی علت برکناری این 4 تن را متهم بودن آنان به فساد اداری می‌گوید. 20 روز پس از آغاز کار اجمل احمدی همچون سرپرست بانک مرکزی، او با برکناری های غیر قانونی متهم شده است. محمد قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی، گفته است که پس از 15 سال کار در بانک مرکزی، به گونه غیر قانونی و با زور و تهدید از این نهاد برکنار شده است. وی افزوده که اجمل احمدی پس از احضار وی در خانه اش و تعیین مهلت 48 ساعته گفته است که رئیس جمهور از من حمایت می کند و من هر کاری بخواهم می کنم. کار خلاف قانون و سلیقه ای را در ادارات به زورشان انجام میدن و هیچ کس هم نیست که جلو زنا را بگیره و به اکثرشان ادعا هم دارن. متاسفانه که از حمایه مستقیم رئیس جمهور اینا برخوردار هستن. بانک مرکزی با نشر اعلامیه برکناری آقای رحیمی را تصمیم شورای عالی در افغانستان بانک میگوید که رئیس بانک و معاون نخست این نهاد از اعضای آن هستند. اما معاون نخست بانک مرکزی در صفحه فیسبوکش نوشته است که این تصمیم در نبود وی و پس از آن که از وی خواسته شد نشست شورا را ترک کند گرفته شده است. فردی که احساس مسئولیت نکنه و تاییدی خانه ملت نداشته باشه و از طرفی نظارت لازم بر عمل کرده از او انجام نشه، تعهد لازم نخواهد داشت و از بودی قانون شکنی میکنه.
بانک مرکزی میگوید که تصمیم شورای عالی نهاد در پی بررسی های اداره ناظر کل بانک مرکزی در پیوند با 7 پرونده فساد گرفته شده است که بر بنیاد آن 4 کارمند بانک سبکدوش شدند. اما این بانک در این باره که نام آقای رحیمی در میان این 4 تن است یا خیر وضاحت نمیدهد. افغانستان بانک د ټولو نظر یا داخلی پلټنې ادارې د فساد وو دوسی سیړلی ورزولې او راپورې د داخلی پلټنې کمیټې ته چې د بانک لوی رئیس غړیتوب نه لري وړاندې کړي او پریکړه وشوه سو یاد راپور د تصمیم نیونې د یو واک لرونکي او سترې مرجع په توګه د افغانستان بانک لالی شورا سره د وروستي تصمیم نیونې په موخه شریک کړي. پیش از این در وزارت صنعت و تجارت نیز پس از معرفی آقای احمدی به حیث سرپرست این وزارت شمار زیاد از کارمندان و مقامهای بلند پایه این وزارت برکنار شدند. با گذشت 3 روز از همگانی شدن گزارش درباره قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی کمک شده به افغانستان، هنوز هم وزارت صحت عامه گزارش‌های زد و نقیص درباره شمار این دستگاه‌های تنفس مصنوعی به دست می‌دهد. نامزد وزیر صحت عامه پیش از این گفته بود که کشورهای کمک کننده 37 دستگاه تنفس مصنوعی را به افغانستان کمک کردند، اما اکنون شمار این دستگاه‌ها را 54 دستگاه می‌گوید. باورها بر این هستند که ضعف مدیریت در وزارت صحت عامه و نبود حسابدهی درست از کمک‌های جهانی سبب فساد در هزینه شدن این کمک‌ها می‌شود. وزارت صحت عامه پیش از این در گزارشی که از شمار ونتیلاتورهای کمک شده به افغانستان ارائه کرده است، شمار دستگاه‌های تنفس مصنوعی را که کشورهای چون چین، ترکیه، ایران و سازمان جهانی بهداشت به افغانستان کمک کردند را 37 پایه گفته است. اما اکنون می‌گوید که شمار این دستگاه‌ها به 54 پایه می‌رسد و 17 دستگاه دیگر از دور دوم کمک‌های چین و ترکیه و بنیاد الغرافه قطر به افغانستان کمک شدند. دو معموله دیگه که کمک دوم ترکیه بود و کمک دوم کشور قطر الغرافه بود، این هنوزی معموله از می پروسه گمرکی و تشریع تکمیل نشده بود که به روز سه شنبه او را تکمیل کردن، او شامل ازی شد و 4 پایه دیگر هم مستقیم به ولایت ایراد داده بودند. نبود اطلاعات درست در وزارت صحت عامه از شمار ابزارهای بهداشتی که از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک شده است، در حالی که ادعاهایی درباره قاچاق شدن شماری از دستگاه‌های تنفس مصنوعی به پاکستان پخش شدند، نگرانی‌هایی را از ضعف مدیریت در وزارت صحت عامه به بار آورده است. مون سوال کو چې ته دغه شی مونږ ته یو جواب راکړه، وزیر د صحت عامه یا موین نه یا د نور سکتورونه دوی هلته معلومات نه لري. به تازگی پخش گزارش خبرگزاری پژواک درباره قاچاق شدن 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان واکنش برانگیز شده است، اما معاون نخست رئیس جمهور از گم نشدن این دستگاه ها اطمینان داده است. یک روش بسیار معلوم، یک راهکار بسیار واضح را به شکل ملی ما می داشتیم که از کجا به کدام اندازه به افغانستان کمک شده و در کدام عرصه ای به استفاده گرفته شده. ما به این مشکل امروز روبرو نمی شدیم. با این همه بسته های تازه کمک های بهداشتی کشور آذربایجان که حدود 23 تن ابزار بهداشتی است امروز به حکومت افغانستان سپرده شد. چیزی که در رسانه ها درس کرد از طریق پژواک گویا که 34 ونتیلاتور به قاچاق شده و برده در این قسمت کمیسیون یک کمیته موظف شده از طرف جناب رئیس جمهور، کار در جریان است و به زودی انشاءالله نتیجه از معلوم خواهد شد. با ثبت 460 رویداد دیگر ویروس کرونا در کشور، شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 30175 تن رسید و تا کنون بیش از 600 تن در اثر این بیماری جان باختند. از سوی هم شماری از اعضای خانواده های بیماران در شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل از کمبود اکسیژن و دارو در این شفاخانه انتقاد میکنند. این خانواده ها میگن که کمبود اکسیژن حتی جان های برخی از بیماران را گرفته است و خانواده های بیماران بر سر بالون های اکسیژن درگیر شدند. اما وزارت صحت عامه میگوید که مشکل کمبود اکسیژن را در شفاخانه محمد علی جناح حل کرده است. میگوید که از 5 روز بعد این سو کودکانش را در خانه رها می کند و خودش برای پرستاری از همسر بیمارش به شفاخانه علی جناح می آید. او از کمبود دارو و اکسیژن سخن می زند و میگوید که اگر در شفاخانه نباشد همسرش از بی اکسیژنی خواهد مرد. زیاد تلف می شه. از خاطر نیم تاثیر اکسیژن از تلف زیاد می تن. از همین صبح تا بیگاه یکان 10 مرده 20 مرده مبرایه. زیاد از بیخی دل من شفاخانه زیاد شده.
حالا خو که دکترانو میگیم که اکسیژن چطور کنیم، میگم ما در دست ما نیست، اکسیژن خیلی کم بوده است. ما بعض موقع دمه یه دنه میرسم مرم اکسیژن میگرم، اکسیژن این کارکدگی مرم ده دقیقه جواب میتن، بعد از ده دقیقه باز دوباره تو اکسیژن واز میکنم، فهمیدی مریض بخی دوچار مشکل میشه. یک موتر بالون های اکسیژن تازه رسیده است. دو تن از اعضای خانواده های بیماران بر سر انتقال بالون های اکسیژن درگیر شدند. هر کسی می کشد به بیمارش زودتر اکسیژن برساند. این تصویر روز چهارشنبه است. شماری از اعضای خانواده های بیماران می گویند که یک مرد در این شفاخانه در نتیجه نبود اکسیژن جان سپرده است. چور میشم یه نه پرو تو وقت نشد پرو بیا که مردم پشتش نگرد. هر روز که من اینو دوا و جنگ و المغال است. و دوم مشکلی که هست مشکل دواخانه است. ایران نه کدام آیت است نه کدام دولت کسی را پرسان کنه که تو چرا یک تخت گلی که فرض مثال یا شربتی که دیگه جای 50 افغانی تو 600 افغانی میفروشی به چی دلیل؟ یک تار آورد فقط اونمو را آخر داد اونمو تایی ممال هم هست. بازی یا در یک مریض میبرد پنج دقیقه پنج دقیقه در یک دیگه. وزارت صحت عامه با 6 شرکت تولید اکسیژن قرارداد بسته است و این شرکت ها روزانه باید 950 بالون اکسیژن به شفاخانه های علی جناح و افغان جاپان برسانند. ما تا بالون های ریزرف هم داریم. مشکل کمبود اکسیژن 10 روز قبل بود، برای 4 روز 3 4 روز او دلیلی بود که تعداد زیادی مریضا سرازیر شد. در کنار فعالیت شرکت‌های خصوصی تولید اکسیژن در کابل، وزارت صحت عامه نیز از بهر حل کمبود اکسیژن فعالیت یک کارخانه دولتی تولید اکسیژن را فعال کرده است. اما دیده می‌شود که این مشکل هنوز هم حل نشده است. شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که در حمله هوایی نیروهای دولتی 4 عضو یک خانواده کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. آنان میگویند که 2 کودک و 1 زن نیز مشمول کشته شدگان این رویداد هستند. آنان با حمله پیکرهای جانباختگان این رویداد در برابر ساختمان ولایت بلخ دست به تظاهرات زدند و خواهان بررسی این رویداد هستند. در همین حال سخنگوی والی بلخ میگوید که این رویداد بررسی خواهد شد. این معترضان با حمل 4 پیکر جانباختگان در برابر ساختمان ولایت بلخ گرد آمدند و میگویند که این غیر نظامیان دیشب در حمله هوایی نیروهای دولتی در روستای وزیرآباد ولسوالی بلخ جان باختند. 2 کودک نیز مشمول جانباختگان هستند. دلست کم یه بجا تایره بام وایت و چی پیده بام پونو چی داد چی و منگ ویلی خیلی قیامت شو منگ نویجا بام دا چوم کتل اویلی ماویلی د یو شات اویلی شات دی خوات اویلی دیوال ک دا اویلی ک چچوش پنځ پک نفر زخمیان نسل لرو مور خور د خپل لاس می هم زخمی دی اوس او ای کور غیرت نیست، ای افغانیت نیست، او بی غیرت او ببین کی دات فولس یو کیس شما کی به تحریک قومنده میتی که برو بکش دات فول بکشی افغانا را بکشی. این معترضان میگویند که تمامی قربانیان حمله هوایی دیشب اعضای یک خانواده هستند. آنان میگویند که از ماه سر تا کنون این دومین بار است که در حملات هوایی نیروهای دولتی غیر نظامیان در ولسوالی بلخ آسیب میبینند. آیا مون در افغانستان و سیدون که نیو در خور از موش نده؟ در خور دی تکر آوانه ده؟ دی خور خادمانیو در رکم سرور که او سرورم خلقو ساخلو. ای واقعی اول نیست که شده، د بوکا متر واقع شد، د المان شد، د خان آباد شد، اخرین معامله هم نیست، اولین معامله هم نیست. دغه یو وحشت راغی نو موږ څوک ولا کې پویږم، مو خو ځیتی نور تنگ راغلی و خدا ورسی دا په تنگ راغلو په جنگ راغلو دغه خلک ځیتی خود سره شول د بلخ سلور لارې کې دوی سرک ته بند واچو. تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه مسئولان قلوردوی 209 شاهین در این باره نتیجه نداد. اما سخنگوی والی بلخ میگوید که این رویداد به گونه جدی بررسی خواهد شد. هر کسی که در این حادثه به اصطلاح راپور غلط داده و یا باعث قتل افراد ملکی شده، مطابق قانون عسکری باش برخورد میشه و قلوردوی شاهین هم که در این زمینه مصمم است که تا متخلف یا کسی که دستخوش قتل افراد ملکی شده او را مطابق قانون عسکری جزا بده. آمارهای دفتر ساحه کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور نشان می دهد که از آغاز سال میلادی تا کنون 41 غیر نظامی در ولایت های بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل در نبردها میان حکومت افغانستان و طالبان جان باختند و 66 تن زخم برداشتند.
چند خبر کوتاه از جهان. روند رأی‌گیری برای همه‌پرسی درباره ایجاد تغییرات در قانون اساسی روسیه امروز آغاز شد. اگر طرح پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی روسیه تایید شود، او می تواند برای دو دور دیگر یعنی تا سال 2036 در قدرت بماند. چین برنامه تازه آزمایش بیماران مشکوک ویروس کرونا را آغاز کرد. مقام‌های چینی می‌گویند که هرچند گسترش ویروس کرونا زیر اداره است، اما 19 رویداد تازه این ویروس در بیجینگ ثبت شدند. سپاسگزار همراهیتان با برنامه محور. شب بخیر. خدا نگهدار.